طب خلقی تاجیکان تاریخ طولانی دارد و فراگیر شاخه و اصولهای به خود خاص می باشد. کارشناسان ساحه طب عالم توانا ابوعلی ابن سینا را به صفت اساسگذار طب مردمی اعتراف نموده تا امروز از تجربه و آثار قناعتمند و توصیه و اصولهای عملی نموده این عالم مشرق زمین برای طبابت بیماران واسه استفاده می نمایند. جمعیت دارای مسئولیت محدود شاهیار همچون طبابتگاه جاده استخوان درمانی طولی بیش از 11 سال است که در مملکت فعالیت دارد و طبیبان این درمانگاه در راه معالجه علت‌های ستون مهره و دیگر بند و بافته های بدن از اصولهای طب خلقی محض منوالی و نقطوی یعنی تأثیر رسانی توسط پنجه های دست استفاده می نمایند. طبیبان این طبابتگاه می گویند ستون مهره تکیگاهی با اعتماد و قوی بدن انسان است. اگر آن درد نکند ما خود را خیلی خوب احساس می کنیم. از این رو وقتی که هر یک شخص به سلامتی خود غمخواری می کند باید دقیق داند و درک کند که چرا ستون مهرش بیمار شده است و چی گونه باید با مشکلات پیش آمده مبارزه برد. وقتی که ما ستون مهره را اهمیت نمی دهیم ستون مهره به کدام درجه ها بیمار می شود. اگر ما با ورزش های سبک مشغول نشویم، با آبوزی مشغول نشویم، کم کم در تورنیک آویزان نشویم، ستومره سالم آسیب می‌یابد. آهسته آهسته ستومره ها میشینند. وقتی که استخوان ها ستومره میشینند، در بین ستومره ها حلقچک ها هستند. حلقه ها هستند، او حلقه ها میجغند. وقتی که حلقه ها میجغند، از درون حلقه آب میبروید. همین رو میگویند که چوره میان. وی آب برامده، تا 3 سانتی متر کلون می شود. آهسته آهسته برآمده برآمده خودش خارج می شود. لیکن وقتی که ما اهمیت نمی دهیم به ستومره، 80% بدن آدم آب هست. ستومره در درون آب هست. آهسته آهسته می شیند. وقتی که ستومره می شیند، استخوان پهن می شود. وقتی که استخوان که پهن شد، در بر ستومره کانال ها هستند که آبی بدن، آبی از درون که دیسک می براید، از درون این حلقه ها که می براید، آهسته آهسته برآمده خارج می شود. وقتی که استخوان ها پهن می شود، همین کانال ها رو محکم می کند. آب آمده در بالای استخوان می ماند و تار عصب رو شکیده می گذارد. وقتی که شمال می خورد انسان، بیماری اوج میگیرد. طبیبان میگویند وقت‌های آخر میان جامعه اشخاص مبتلا به بیماری‌های ستون مهره و استخوان و بافته‌های بدن زیاد مشاهده می‌گردند. سبب اصلی حالت مذکور را باشد به کمفعالی انسان‌ها یعنی کم حرکتی و فربهی ربط می‌دهند. یعنی در نتیجه طرز حیات نادرست، استعمال غذای بی صفت، ضعیفگردی استخوان به وجود می آید و حرکت های ناجا، نشست دائمی، بار وزنین برداشتن از عامل های است که باعث به وجود آمدن گریژه یا خودچوره، استیاخندراز و دیگر بیماری ها در ستون مهره می گردد. این نمود علاقه دیسکی اوسب شده، یعنی جغیده شده و این آبی که از درون دیسک برآمده است. چوره میان میگویند، یعنی گریژه دیسک. همین چوره آهسته آهسته میریزد، از بدن خارج میشود. ارگانیزم انسان حرکت میکند که موادهای زیاتی خود رو از بدن بیرون کند. وقتی که استخوان ها شیشتن میگیرند، ما در اینجا میبینیم که چه خیلی استیافیت ها پیدا میشود. استخوان ها پهم شدند، یعنی پهم شدند، شوخک شوخک براوردند. وقتی که این استخوان ها شوخک می برایند، آب آمده در اینجا زیر می کند، روس می کند. دیگر پایان فرموده نمی تواند، تاروی عصب رو زیر می کند. از چی سبب این استیافیت ها پیدا می شود؟ وقتی که انسان نشستی بسیار دارد، کارهای وزبینی بسیار دارد، بی اهمیتی می کند، در سر کامپیوتر بسیار می شیند و سبب اساسیش این غذای خیمیوی است. غذای خیمیوی را امروز ما بسیار استفاده می بریم. استخوان ها
از غذای خیمیوی خوردن ملایم میشوند. وقتی که ملایم میشوند آنها آهسته آهسته پهن میشوند. استخوان دیگر قوت برداشتن صاحب خود رو نمیکند. ما باید پیشگیری کنیم که به این درجه استموره نرسد. ما چیکار کنیم که باید پیشگیری کنیم؟ در نوبت یکم ما باید پیاده گردی کنیم. بعد آهسته آهسته با تورنیک تنها آویزون شویم. هنگامی که در تورنیک آویزون میشوید استموره کشش میخورد. وقتی که استموره کشش خورد استموره دیگر پچق نمیشود. یا که با آبوزی مشغول شویم. وقتی که ما آبوزی هم میکنیم استموره تمامی اعضای انسان آب میخورد. تا استخوان، تا مغز استخوان آب میخورد. استخوان راحت میکند. بدن انسان راحت میکند. آن لحظه هم استخوان قوت پیدا میکند و نمیموند که استخوان پچق شود. وقتی که اهمیت نمیدهید آهسته آهسته استموره به همین درجه میآید. وقتی که در این درجه آمد توبتش به حد قند میشود. در این لحظه ویتیژن ممکن نیست. در این لحظه تورنیک ممکن نیست. در این لحظه ударن تکنیکا مشخوش ممکن نیست. برای چی؟ برای که استیافیت ها برامدند. وقتی که استیافیت میبروید در هر یک محس کردن یا که در هر یک ударن تکنیک استفاده میبرند یا که تورنیک میکشند یا که ویتیژن میکنند استخوان از درون موشکو رو میخراشد. از درون میخراشد، توروی عصب رو میخراشد. در اول یک سبوکی میدهد و بعد وضعیت وزبینتر میشود. متخصص خوب میتواند که در بین امین استیافیت ها و موشک ها کمتر آزادی کشوید. هنگامی که آزادی میکشویی آبی چوره فرموده میرود. این آبی چوره رو دیگر من کرده نمیشود. این نمیستد. این هر بار برامدن میگیرد. میبروید تا 30 میلیمتر میریزد. باز میبروید، باز میریزد. اگر استخوان راهش رو محکم کند، توروی عصب رو زیر میکند و درد اشدی پیدا میشود. وقتی که کانال ها هوی هست، حالا استخوان از استیافیت ها پیدا نشدند، استخوان ها پهم نشدند، در اون لحظه مشکای سبوک شما رو یوردن میکند. این چوره میون آهسته آهسته آب خودش ریخته میرود. ما حس نمیکنیم که در میونمون گریجه داریم یا چوره میون شده استیم. سلامتیمون ما 100% حس میکنیم. اصلا گریجه دیسک این ضرر ندارد. این عموماً به ضرر است. گریجه این آبی بدن هست. ما خواهیم نخواهیم این برامدن میگیرد. همه وقت میبروید. آهسته میفروید. با پیشاب خارج شده میرود. این خطر ندارد. هنگامی که استخوان ها پهم میشوند، استخوان ها پهم میشود، استیافیت میبروید، خطر اساسی اندامین استیافیت ها دارد که کانال راه گریجه رو محکم میکند و گریجه توری عصب رو شکیده میگذارد. وقتی که گریجه توری عصب رو که شکید، درد به عمل میآید. هنگامی که باز شمال خورد، درد اشدی بسیارتر میشود. در این لحظه با شما دو راه است. یکی اش راست رفته تماگرافی کرده با دکتر جراح می روید یا دکتر محض مانوالی می یابید یا محض نقطه ای می یابید که چلیک های هر یک دکتر باید حسیات داشته باشند. دکتری که محض نقطه ای می گذارند و با واسطه چلیک هایش این کانال ها رو کشوده، راه گریجه رو کشوده، راه میکشوید، کانال میکشوید، گریجه آهسته آهسته ریخته با پیشاب خارج میشود. در مرکز طبابتی شاهیار بحری مارجه گرفتاران بیماری های مربوط به ستون مهره و دیگر بند و بغم های بدن، شرایط های مساعد به مانند حجره های بیستری نمایی در سطح کاملا راحت، شعبه های تشخیص و طبابت و درمان بخشی موجود میباشد. خوبی کاردران است که اینجا طبیبان از اصول گیاه درمانی که تاریخ بی سابقه دارد واسه استفاده می نمایند و بخش گیاه درمانی را در شرایط معاصر متخصصان برای معالجه بیماران ضرور و مؤثر می دانند. در مرکز طبابتی ما شعبه درمان بخشی وجود دارد. در این شعبه بیماری های کودکانه، رخید،
افزایش جسمانی کودکان و دیگر نمودی بیماری ها را با اصول محض درمانی، برق درمانی، بنک درمانی معالجه می نماییم. من مرخصار زیادین از نایه فیض آباد. 2008 به همین دردی بیماری استومورا گرفتار شدم و به چندین بیمارخانه ها مراجعه کردم. توبه نیافتم. بعد 10 سال من به بختیار شریف مراجعه کردم. در مدتی 2 کورس توبه شفا یافتم. نمیتونستم حرکت کردم. راه گشتن نمیتونستم. بعد مراجعه کردم. من بعد 2 کورس توبه در همین بیمارخانه توانستم که راه کردم و خودم خیلی بهتر است میکنم. من پیش از همه به بختیار شریف مینداری خدا بیان نکنم. بعضی بیماران با تبابت ستون مهره تحمل نکرده رو به جراحی میارند، اما این خیلی خطرناک است. اصلا علت های ستون مهره بخصوص چوره میان و گردن باعث پیداگردی دردهای شدید در دیگر بند و بغم ها و پای ها میگردد و بیمار را رنج میدهد. با عقیده طبیبان، مشغول گردیدن به ورزش سبک و استعمال غذای سالم از راه های مفید پیشگیری جهت مبتلا نگردیدن به بیماری های بند و بغم ها و ستون مهره می باشد. اما اگر درد الکی پیدا شده باشد، این عمل ها منفیت بخشیده نمی توانند و نتیجه موقتی می دهند. از این رو، پس از به وجود آمدن درد میان یا ستون مهره، به طبیب مراجعه نمودن از همه راهی مفید می باشد. در تجربه کاری ما بسیار دیدیم که بسیاری بیماران شکایت میکنن به زانو، شکایت میکنن به قیمچا که قیمچاشون درد میکند، رگ میکشد، زانوها درد میکند. سالها توبه میکنن لیکن اساس بیمار رو نمیوند. در تجربه کاری ما اهمیت دادیم که اصلا بیماری هایی که کوکس آرتروز میشوند، آرتروز زانو میشوند، این ضرر از میون است. وقتی که در میون استیافیت پیدا می شود، کانال ها رو زیر می کند، توروی عصب رو زیر می کند، غیزخوری کم می شود. قیموش های هم، زانو های هم از میون غیزا می خورند. تمام عضو انسان از تومورا غیزا می خورند. قیموش و زانو های هم از تومورا غیزا می خورند. وقتی که استیافیت ها می برویند، کسل علاقه کهنه شد، بعد می تید، واسپالینی باسیدل چینیرو بعد با کوکس آرتروز. وقتی که ما میون رو توبه میکنیم، درجه یکم و دویم کوکس آرتروز شفا مییابد، زونهای آرتروز هم شفا مییابد. وقتی که درجه سیوم میشود کوکس آرتروز، وای حتما علاقه با جراح مراجعه کردن در کار و جراحی میشود. درجه یکم دویمش شفا یابنده است. این همه اش از حساب میون است. هنگامی که ما میون رو توبه میکنیم، استومره میون رو جابجا میکنیم، استیافیت ها رو راست کرده و کانال های تورهای عصب رو جدا میکنیم و کانال های گریژه رو جدا میکنیم، در اون لحظه کوکس آرتروز هم شفا مییابد. از همه خطرترین این چوره گردن است. چوره گردن رو با هر کس باور کردن در کار نیست. هنگامی که شما حس میکنید که گردن شما بیمار شده است و دکتر که با شما رو با کته یا امرتی روان میکند و در کته یا امرتی گریژه یا استیافیت دیدن که بر اومدگی است، یا با خیرورگی نقص مراجعه کنید، یا با منوالیست یا که محسن نقطوی که محصی نقطه رو خوش رو میشناسد. چوره گردن کم تر اگر ما به اهمیتی کنیم، آدم رو میتواند با بیماری های وزبین مبدل کند. اگر در چلیک حسیات نباشد، با چوره گردن رسیدن در کار نیست. در اینجا حتما حسیات چلیک ها در کار که با حسیات چلیک ها ما باید این نازکی های گردن رو برطرف کنیم. از 1001 دکترها به این حسیات پیدا می شود. هر یک دکتر یا که هر یک مانوالیست یا که هر یک شخص این کار رو کردن نمی تواند. میان رو ممکن، چوره میان رو.
لیکن چوره گردن رو حرکت کنید که بر هر کس باور نکنید. توری عصب مانند گوهرک چشم نازک است. اگر شما اهمیت دهین، اگر در چشم یک قیل رسد، همون قیل رو باید گرفتن در کور. اگر نگیرید، کور کردنش ممکن. همین گریجه رو هم از تنه عصب گرفتن در کور، روح شدن در کور. اگر همین گریجه رو ای تنه عصب مدور نکنیم، تا پرالیچ کردن، تا به دیگر کسل‌های به بیماری‌های وزبین دوچار شدنش ممکن است. در زمان معاصر با وجود پیشرفت علم طب و وارد گردیدن نوگانی ها در سمت معالجه بیماران، امروز هم طبابت با اصول طب خلقی ارزی هستی دارد و طبیبان کاردان طریق این نوع طبابت به دردمندان یاری طبی می رسانند. مهمتر از همه ما باید خوب درک نماییم که سلامتی گنج بی‌بها و بایگری اساسی انسان سرچشمه نیکو احوالی شخصی، اویلوی و اجتماعی است. پس می باید نسبت به سلامتی خود بی‌طرف نباشیم و به این مسئله توجه اولین درجه دهیم.